سلام و درود دارم به شما همه هموطنان بسیار عزیزم در داخل و خارج از ایران در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا. خوشحالم از اینکه همچنان در خدمتتون هست. این چند روزه گذشته مسائل و مشکلات بیشماری که گرفتاری های عجیب و غریبی برای مردم به وجود آورده، مسئله سیل و ویرانگری و بیشترش حالا به جز بلایای طبیعی که مثل همه جای دنیا میشه قابل پیشگیری باشه، به هر حال عدم مدیریت و عدم نبود مدیریت بحران و غیره البته بهش بر میگردم، ولی میخوام که این روز رو روز 13 به در هم هست با شکل دیگری با شما صحبت کرده باشم، به شکل یک جشن ایرانی، به شکلی که به هر حال این جشن ها مثل نوروز، مثل مهرگان، مثل خردادگان و دیگر جشن های ایرانی که در فرهنگ ایران وجود داره، همه و همه مبین فرهنگ باستانی ما و شادی در فرهنگ ایرانی، درست برخلاف فرهنگ شیعه که همیشه عذاب و غم و نمیدونم گریه و ماتمه و همش احاله میکنه به اون دنیا برای زندگی کردن، در حالی که فرهنگ ایرانی شما رو در این دنیا شاد نگه میداره. به این معنا من فکر میکنم که این هویتی رو که هزارها طول کشیده و همچنان ادامه داره و همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، ما ناگزیر باید حفظش بکنیم و بتونیم که به نوعی این رو به آیندگان خودمون تحویل بدیم. مسئله ای که در اینجا من باز بهش برمیخورم، مسئله خیلی روشن 12 فروردینه. 12 فروردین خب یک معنی داره دیگه. 12 فروردین تو این 40 ساله گذشته معنیش این بوده که ما یک گرفتاری، در یک زندان بزرگی 40 سال گرفتاری. 12 فروردین یعنی چی؟ 12 فروردین اگه خوب به خاطرمون بیاد، به هر حال آغازش هست حکومت جمهوری اسلامی، شعارش هست استقلال آزادی جمهوری اسلامی. ولی یه خورده با خودمون فکر بکنیم، امروز ما از استقلالمون چی باقی مونده؟ استقلال یعنی چی؟ استقلال که فقط این نیستش که ما بیاییم بگیم که نمیدونم فلان کشور به خاک ما حمله کرده و ما حفظ کردیم، نه، استقلال معنیش با استقلالی که در قرن 18 و 19 صحبت میکردن متفاوته. استقلال امروز برمیگرده به هویت انسانی، برمیگرده به جایگاهی که هر انسانی میتونه در مملکت خودش و در جامعه بین‌المللی داشته باشه. این استقلال رو امروز چجوری معنی میکنیم؟ میشه در موردش بحث گسترده‌ای رو انجام داد. اگر برگردیم در همین زمینه به آزادی، خب ما 40 سال آزادی‌های بی پایان رو شامل حالمون شده. این آزادی‌ها واقعاً چیه؟ این آزادی‌ها آزادی‌هایی که امروز دیگه هیچ کس نمیتونه دهن باز بکنه و یک کلمه حرف بزنه. این آزادی ها چیه که امروز تعداد زندانیان ما امروز چند برابر به نسبت سال 57، چندین برابر سال 57، جمعیت 2 برابر شده، زندان ها 14 تا 16 برابر شده، تازه اونهایی رو که ما میدونیم، نه اونهایی رو که نمیدونیم، اونهایی رو که اعلام میشه، نه اونهایی که اعلام نمیشه. به این معنا باز برمیگردم به این که مرحله بعدش جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی رو که از بدو بنیادش هیچ کس نمیدونست چیه این و به چی میخوان رای بدن، فقط و فقط با نفرت از اینی که شاه بده، شاه باید بره، یه چیزی رو که ناشناخته بود کاملا به خورد مردم دادن و مردم رو به این روز انداختن. اجازه بدید که من یه نکته رو حضورتون عرض بکنم. اون نکته اینه که
من 2-3 ماه قبل از انقلاب به ایران برگشتم و به دلیل کار جمعیتی و جامعه شناسی و آماری که می کردم، چه در مرکز آمار ایران چه در چند دانشگاه که تدریس روش تحقیق داشتم، طبیعتاً بحث جمعیت که رشته تخصصی من بود رو باز کرده بودم. اون زمان اگر که یادمون باشه، یادمون نرفته باشه، جمعیت ایران 30 اجازه بدید از رو بخونم که مثل دفعه پیش، چون من جز نادر افرادی هستم که همیشه صحبتامو می نویسم، حالا اگر یه جایی به نام قمیشانی که مال استان گلستان جلوش اشتباهاً تایپ شده بود خوزستان، امیدوارم که این ریزبینی در بنده بخشیده بشه و اینقدر به این ترتیب زندگی یک فرد رو با یک کلمه زیر سوال نبرید، ولی بازم سپاسگزارم از این تذکر. این بررسی جمعیتی اون زمان رو من میخوام خدمتتون بگم تا ببینید که اصلا ما کجا بودیم و چه کردیم و چه اتفاقی افتاد و ما درگیر چه مسائلی شدیم. سال 57 رو برآورد جمعیت سال 55، ما 35,490,610 نفر جمعیت شد. اگر که اونجا به همین ترتیبی که ملاحظه میکنید جمع 16 ساله به بالا رو، چون همه اینا محاسبه شده است، 16 تا 17 ساله، 18 تا 19 ساله، 18 تا 20 ساله، بیش از 20 ساله که تمام جمعیت در بر میگیره، تعداد جمعیت کل ایران، کسانی که میتونستن رای بدن، 18,798,400 نفر جمعیت بود. از این 18,798,400 نفر، 9,620,604 نفرشون مرد بودن و 9,177,796 نفرشون زن بود. خب در اون سال من از چند تا همکارانم در مرکز آمار و تعدادی از دانشجوهایی که با من درس روش تحقیق بخوندن خواهش کرده بودم که اینا در گروه های متعددی برن به این محل های صندوق رای و در اونجا این مراقبت بکنن، ببینن که چه اتفاقی میفته. ساعت 11 صبح روز 12 فروردین من از خونه اومدم بیرون، رادیوی ماشینم رو روشن کردم که اتفاق عجیبی افتاد. رادیوی ماشین من حالا ساعت 11 صبح گفتش که تا الان متجاوز از 20 میلیون نفر رای داد. تأکید میکنم واسه اینکه یادمون باشه، کل جمعیت رای دهنده ایران به شرطی که اون مناطق دوردست مثل بشاگر، مثل نمیدونم گرمی شمال آذربایجان یا نمیدونم دهاتای سرخس و غیره و غیره باشه، کلش 18,798,400 نفر بود. بله اشاره کردم که کل جمعیت ایران 18,798,400 نفر بود. ساعت 11 صبح گفتن که رادیو اعلام کرد که 20 میلیون نفر تا حالا رای دادن. تماس گرفتم با همکارانم و اونها گفتن که شما باید حتما بیاید و ببینید که چه وضعیتیه. من رفتم سر حوزه های رای گیری، در جاهایی دیده می شد که اون آخوندی که ایستاده بود این بیجک های رای رو سطحایی میکند از هم دیگه، میداد دست رای دهنده و میگفت بگو مرگ بر شاه. این دختر صندوق در حال ماجرات تموم نشد، شب شد و در وزارت کشور همه سراسیمه و بحث ابهام شدید، دیدن که متجاوز از 30 میلیون رای آمد. یعنی چی؟ یعنی این که نزدیک 2 برابر جمعیت ایران، جمعیت رای دهنده ایران. بعد آمدند و باز دوباره به حال به مسائلی برخورد کرد که نمیشه که این اعلام کرد و خیلی مفصل طولانیست. بنده در اونجا حضور داشتم. آخر سر گفتن که کل کسانی که رای دادن 22 میلیون بودن، 1,600,000 نفرش باطل است و جمهوری اسلامی با 20 میلیون و 400 هزار رای
برنده. 20,400,000 رای یعنی چی؟ یعنی از 18,798,000 رای که ما نزدیک به 2,000,000 از جمعیت رای دهنده ایران بالاتر، به شرطی که همه مخالفین هم رای نداده باشن، همه نمیدونم مریض ها، همه اونایی که دوردست بودن و غیره و غیره، همه اینها رو در نظر داشته باشید. من میخوام اینو بهتون بگم که ما تو چه مخمسه گیر کردیم و تو هیجان هایی که داشتیم به کدوم طرف کشیده شدیم. اینجاست که مسئله رو به نظر من باید به نوعی برخورد جدی‌تری بهش کرد. اینجاست که وقتی که مسئله زلزله میاد، وقتی مسئله سیل میاد، ما متاسفانه و متاسفانه موارد زیادی داشتیم که با عدم مدیریت جمهوری اسلامی امروز ما واسمون مشخص شده، امروز این ویرانی و این آوارگی برای ما به وجود آمده، امروز از جهت اجتماعی و سیاسی و مسائل بیشماری که واسمون هست، زندان‌های ما، افرادی که به هر حال ناامیدن، بیکارن، دامنه گسترده فحشاد، دامنه فرار از مملکت، دامنه خودکشی ها، همه اینا دستاورد جمهوری اسلامی است. ولی من یک جایی میخوام که خدمتتون مسئله اصلی تری رو مطرح کنم. من با امروز ایران که از اون جمعیت 35-6 میلیون نفری به 82-84 میلیون نفری میرسم، به این مرحله نگاه میکنم، به این سیمای جمعیت نگاه میکنم، میبینم که این جمعیتی که 50 و چند میلیون نفرش زیر 40 ساله، این جمعیتی که بیشمار تحصیل کرده توشه، همین جمعیتی رو که شاهدش هستیم که در دنیای خارج از ایران به چه موفقیت هایی رسیده، اینها دیگه سال 57 نیست که گول بخورن. اینها دیگه با این تجربه بزرگ، این تجربه که تا به الان بوده، دچار خرافات جمهوری اسلامی نمیشن. اینها انرژی آینده ایران هستند، اینها سازندگان فردای ایران هستند و من اینجاست که امیدوارم، مطمئن هستم. سپاسگزارم.